تجمع ایرانیان در لس آنجلس برای سرنگونی نظام اسلامی، همکنون در لس آنجلس. دکتر صحاب عزیز، آنچه را که قبل از این که بخواد برنامه خبرناک شروع بشه، قسمت از تجمع هموطنان عزیز ما در لس آنجلس بودش. نظر شما را میخواستم نسبت به این تظاهراتی که در سراسر جهان بوده از جمله لس آنجلس. و سوال بعدیم هم که همراه با همین سوال هست این هستش که حضور شاهزاده رضا پهلوی در جمع مردم اینقدر نزدیک شد به اونها و حتی خیلی از هموطنان ما رو در آغوش گرفتش، این حضور رو چه مقدار پر اهمیت میبینید برای حرکتی که میباید انجام بشه تا شاهد سرنگونی نظام اسلامی باشیم؟ ما در طول ماهای اخیر از اواخر سال 2022 تا امروز تظاهرات تورنتو رو داشتیم، دو هفته بعدش تظاهرات برلین رو داشتیم که حدود 120 هزار نفر آمده بودن در برلین و الان دوستان فرمودن حدود 180 هزار نفر به گفته پلیس منطقه‌ای در این تظاهرات شرکت کردن. اعداد داره میره بالا. حالا من مسیح عربیزا در فرموده هاشون یک حرف جالبی زدم در دانشگاه جورجتون. فرمودن پدر من رو در قومی کلای روستای سر شمال ایران در مازندران کسی زیادی نمیشناسه، حتی در روستای خودمون، ولی پدر و خاندان شاهزاده زبانزد خاص و عام هستن به نیکی، یعنی نیکنامی به ارث بردن. برابر. این مهمه که مردم از ایشون به عنوان یک وزنه در راستای تغییر مثبت یاد کنن. یادمون باشه وقتی فرانکو مرد و ملت اسپانیا دستش رو مات شدن 1975، این خوان کارلوس بود که آمد، علاوه بر اینکه خب پدر بزرگ پادشاه بود و تغییرات مثبت رو ایجاد کرد، سکولار دموکراسی رو هدیه آورد، این را قبول داریم، اما تمامیت ارضی را تثبیت کرد. شما نگاه کنید اسپانیای نوین چیزی نیست که فرانکو ساخته باشه، مثلا اسپانیای فرانکو اسپانیای دیکتاتوری بود. اسپانیای نوین که نگین اتحادیه اروپا است در کشاورزی و در بسیاری از معنات به دموکراسی از پادشاهی مشروطه ساخته خوان کارلوس و پسرش پادشاه بود. این خیلی مهم که ما بدانیم این میراث در ایران هست، مردم قدرش رو میدانن و به صورت بهینه از این فرصت باید استفاده کرد. دوستان بی تاروف این فرصت تا ابد با ما نیستا. شاهزاده متولد 1339 هستن، 62 سالشونه و ایشون هزار سال که عمر نمیکنه. عمرشون امیدوارم پاینده باشه. آمین آمین. دست حفاظت خدا با ایشون باشه. باید دقیقاً از این فرصت به نفع احسن استفاده کنیم. از این فرصت استفاده کردن در اسپانیا نتیجه گرفت. در بعضی کشورا استفاده نکردن، نتیجه نگرفتن. شما اگه نگاه کنید در انگلستان بعد از خرطی که کرامول کرد و پادشاه رو کشت، مردم رفتن پسر اون پادشاه رو بعد از مدت‌های مدید آوردن از فرانسه و دوباره پادشاهی مشروطه رو ابقا کردن. چرا؟ چون امید داشتندش و الان میبینید که بریتانیا سرآمد اروپاست، حداقل در بسیاری از جهات سرآمد اروپاست، درست، و تا چند قرن سرآمد کل جهان بود، حداقل دو تا جنگ جهان. ما در ایران آینده امیدواریم بتونیم از تک تک سرمایه هامون استفاده کنیم. البته نظر بنده عقیر این شاخص این سرمایه ها شاهزاده رضا پهلوی هستن، اما بله، از تک تک سرمایه های مثبت خودمون استفاده میکنیم. برابر. و به کسانی که با سه شرط سکولاریسم، دموکراسی
و حفظ تمامیت ارضی مخالف هستن هم یک پیام میدیم. عزیزم هر پیسه مپندار که خالی است، شاید که پلنگی خفته باشد. فکر نکن هر عرصه خالیه، نه، شاید یک پلنگ در اونجا در حال استراحت باشه. اگر بخوای به خاک ایران دست رازی کنی ممکنه آسیب ببینی. یادمون باشه رضا شاه با سمکو و محمد رضا شاه با قاضی محمد چه کرد. این رو برای آقای عبدالله مهتدی گفتم که امروز به خاندان پهلوی توهین کرد. درود به همه بینندگان برنامه امید جاودان. کشش رسول گرامی، اینجا کمپی هستش که پناهجویانی که در قسمت‌های زلزله زده کشور ترکیه گرفتار شده بودند رو اسکان داده. همینطور که می‌بینید به همه خانواده‌ها چادر دادن و البته مشکلاتی هم هست. از اون حالت اضطراری دیگه خارج شده شرایط. سه وعده غذا داده میشه و برای خوابیدن اونها همینطور که می‌بینید این شرایط فراهم شده. البته مشکلاتی هم هست مثل تامین کردن وسایل بهداشتی اینها و تلاش داره میشه که اینها دست دسته به شهرهای مجاور فرستاده بشن. خواستم این فیلم رو بگیرم که به صورت تصویری شرایط رو ببینید. حقیقتاً چقدر جای تأسف داره و چقدر دل آدم میگیره وقتی که این نوع فیلم ها رو میبینه. فیلم های بسیاری اومده از ترکیه که فکر کنم اکثر ما این فیلم ها رو دیدیم. خب دعا میکنیم، خیلی از هموطنان عزیز هستن که الان به سازمان هایی که میتوانن کمک کنن این روزها دارن کمک میکنن. اخباری شنیدیم که حتی دولت آمریکا 85 میلیون دلار تا چند روز پیش کمک کرده به ترکیه و حتی شنیدیم اسرائیل بیشترین خدمات رو داره میکنه به ترکیه و سازمان های مسیحی، حتی سازمان های مسیحی ایرانی هم ما میدانیم که در ترکیه مشغول خدمت هستن. دکتر صحاب عزیز، گزارش رو حتما شما هم شنیدی و دیدی. سپاسگزار میشم در رابطه با این زلزله به این وسعت نظر شما رو بدانیم. وسعت زلزله 50,000 کیلومتر مربع، یعنی از کشور سوئیس بزرگتر. شما اگر دقت کنید متوجه میشید که دولت ترکیه حدود 120 نفر از بساز بفروش ها و صاحبان شرکت های ساخت و ساز رو در طول 5 روز اخیر بازداشت کرد. عزیزان شما ساختمون های زیادی رو میبینید به ارتفاع 14 تا 18 طبقه که با دوربین های مداربسته نشون داده میشه زیر 6 ثانیه فرو ریزش کردن، نابود شد. حتی بگم این زلزله در سوریه هم بوده، گرچه 80-85% تلفات هنوز در مورد ترکیه است. عزیزان بی تردید استانداردهای ساخت و ساز در ترکیه مشکل داره و تمام این ساختمان‌ها در طول 20 سال اخیر حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه ساخته شده. چرا آقای رجب طیب اردوغان و گروه‌های اسلامگرا امروز دارن یقه یه نفر دیگه رو می‌گیرن؟ چرا نمیان و پاسخگو باشن که این وزارت مسکن اونها، شهرداری‌ها و سازمان‌هایی که ناظر بودن درست رفتار نکردن؟ عزیزان پارسال تقریبا همین موقع بود که ما قضیه متروپول در شهر آبادان داشتیم و همین تلویزیون برنامه داشتیم و گفتیم افراد خاطی باید مجازات بشن. دو تا شورای شهر آبادان، یعنی دو تا تیم شورای شهر آبادان رفتن زندان و درستش هم همین بود. دیگه افراد باید پرداخت میشد و درستش هم همین بود. ولی من دارم از شما میپرسم چطور ممکنه ساختمان هایی که 10 تا 15 سال ساخته شدن به این راحتی فروریزش کنن؟ ساختمان هایی که اکثریت مطلق اونها از شهرداری گواهی دارند که زده زلزله بنا شدن. من یک پاساژ 14 طبقه رو دیدم در ترکیه که قشنگ ثانیه شمار کرونومتر گذاشته بود و دیدم که زیر 7 ثانیه کل این ساختمون از بین رفت. یعنی ثانیه ششم این 14 طبقه دیگه تقریبا وجود نداشتن جز قسمت هایی که میشد تشخیص داد این ساختمون از قسمت های بالایش. حالا از شما میپرسم چه کسی مقصره؟ شرکت سازنده؟ کسی که باید بازرسی و رسیدگی میکرده؟ یا دولت فاسد رجب طیب اردوغان؟ ما همیشه باید به این موضوع فکر کنیم که یک سیستم فاسد نتیجهش این شده. آمدن با یک مهندس ژاپنی صحبت کردم، توی توییتر هم گذاشته بود، در چندین کانال یوتیوب هم گذاشته بود، ایشون دکترای مهندسی عمران دارن. طرف حرف جالبی زده بود، گفته بود ما ژاپنی‌ها کشورمون زلزله خیزه، به خانم مجری گفته بود شما هم کشور زلزله خیزه.
ما عبادت میکنیم، شما هم عبادت میکنیم، فقط ما خونه هامونو با امید خدا نمیسازیم، خونه هامونو با تکنولوژی و بر اساس اندیشه مهندسی میسازیم. درست. شما چی ساختید؟ فقط به ظاهر توجه کردید که ویترین قشنگی داشته باشه. امروز آمریکا 7 کشتی جنگی، کل ناوگان نظامی خودش در دریای مدیترانه رو با یک کشتی ناو هواپیمابر و 6 تا کشتی کمکی دیگه آورده تو ترکیه. بزرگترین بیمارستان صحرایی 10 سال اخیر رو آمریکا آورده در داخل ترکیه. 36 تا کشور دارن کمک میکنن که اکثریتشون عضو ناتو هستن. بله. میلیون‌ها دلار کمک شده. افغانستان دیگه بدتر از طالبان، جداتر از طالبان، 50,000 دلار داده به دولت. 50,000 دلار حالا دوستان 50 گرم یعنی چیزی هم نیست، ولی اینم اومده در حد وسع نداری خودش کمک کرده. خب ولی از شما دارم میپرسم چرا دولت آقای اردوغان اسلامگرا توییتر رو بست؟ چرا سرعت اینترنت رو کم کرد؟ چرا نمیاد وزرا رو بازداشت کنه؟ چرا میگه شرکت‌های مقاطع کار رو بازداشت میکنه؟ بله شرکت‌ها میخوان سود کنن، ارزان بسازن گران بفروشن، بدیهیه. پس نقش نظارتی دولت کجا میره؟ چطور در آمریکا زلزله میاد 7 ریشتر، کسی بیشتر از 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر در همین کالیفرنیا کشته نشد در سال 2014، در ترکیه زلزله اومده 7 تا 8 هم ریشتر و شما ببینید تعداد کشته‌ها رو نمیشه اصلا حساب کرد. آزادی 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 مشهد 27 بهمن ماه. 27 بهمن شرکه نفت 4 دیگه.